در پهنه تاریخ، کانون مطالعات راهبردی افغانستان تقدیم می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. نگاهی مختصر به تاریخ خراسان، از ظهور اسلام تا دوره امیر عبدالرحمن خان. قسمت اول، از ظهور اسلام تا پایان حکومت سامانیان. مقدمه. سرزمین کهن خراسان از سپیددم تاریخ تا عصر حاضر فراز و نشیب‌های زیادی را دیده است، اما هر بار به گونه شگفت‌انگیزی در برابر رویدادهای سهمگین دشمنان به پای ایستاده و بالیده است. در عصرهای گذشته نیز این سرزمین بستر زایش و رویش اسطوره‌ها بوده و آثار بجامانده در جاجایی از این سرزمین پهناور سخن از تاریخ و فرهنگ سرزمین میگوید که سهم عظیمی در تمدن جهانی داشتند. خراسان در عهد باستان یکی از اقلیم‌های هشتگانه جهان بوده و در دوران اسلامی نیز یکی از ایالت‌های شرق ممالک اسلامی به شمار می‌رفت. ناگفته پیداست که وقتی سخن از خراسان به میان می آید، منظور از خراسان سرزمین پهناوری است که شامل سرزمین های وسیعی چون افغانستان، تاجکستان، ایران امروزی و ازبکستان تا کرانه های چین می شود. ظهور اسلام در خراسان. امویان و عباسیان. در دهه دوم هجری قمری با آغاز فتوحات مسلمانان در خراسان و فارس یا ایران امروزی، بخش های گوناگونی از سرزمین های امپراتوری ساسانی به تصرف مسلمانان درآمد و به تدریج تا پایان دهه سوم هجری قمری قسمت های زیادی از ولایات از جمله بخشی از خراسان فتح شد. با قتل یزدگرد سوم، آخرین بازمانده حکومت ساسانی، اشرافیت محلی و مرزبانان نواحی خراسان چون امید خود را به تجدید حیات دولت ساسانی از دست داده بودند، بدون جنگ تسلیم شدند و بدین ترتیب قسمت اعظمی از سرزمین خراسان به تصرف مسلمانان درآمد. لشکر مسلمانان پس از ورود به خراسان، شهرهای بلخ، مرو و هرات را متصرف شدند و نیروهای احنف بن قیس و به قول عبدالله بن حازم به سوی شهرهای خراسان عزیمت کردند و جوین را به تصرف درآوردند. اسود بن مکتوم مأمور فتح بیهق شد. نیشاپور به دست ابن عامر فتح گردید و مردم نیشاپور صلح کردند. شهرهای دیگر همچون نسا، سرخس، توس، جوزجان، طالقان، فاریاب و مناطق دیگر خراسان یکی پس از دیگری به دست مسلمانان افتادند. پیشروی های نظامی مسلمانان در دوران امویان ادامه یافت، اما سیاست عربی امویان و تبدیل خلافت به نوعی از سلطنت موروثی موجبات نارضایتی خراسانیان را فراهم ساخت، تا آنجا که سرانجام با سقوط بنی امیه یا اموی ها به دست خراسانی های طرفدار آل عباس انجامید. خراسانیان از حضور عرب ها چندان خوشنود نبودند و عرب های مهاجر همان تعصبات و اختلافات دیرین عرب های قحطانی و عدنانی را با خود به همراه داشتند. این اختلافات و رقابت ها از جمله عوامل انحطاط و سقوط بنی امیه شد، به ویژه که سیاست مبنی بر تبعیض عرب بر عجم و دیدگاه های برتری طلبانه آنان نسبت به موالی یا باشندگان اصلی خراسان نیز به تدریج مسلمان غیر عرب را آشکارا به مخالفت با آنان واداشت. با توجه به این گونه برخورد عرب ها بر مردم خراسان بود که مردم خراسان به تدریج به جناح‌های مخالف سیاسی گرایش یافتند و نهضتی را شکل دادند که در رأس آن ابو مسلم خراسانی قرار داشت.
دعوت عباسیان در خراسان را ابو مسلم رونق داد. در 25 رمضان سال 129 هجری قمری قیام سیاه جامگان از سفیدنج مروه آغاز شد و با مبارزات موالی های ناراضی خراسان اوج گرفت. کوشش نصر بن سیار والی بنی امیه در خراسان نافرجام ماند و با پیشروی نیروهای نهضت به جانب مرکز خلافت اسلامی در سال 132 هجری قمری پس از 100 سال به سلطه امویان پایان داده شد و راه برای به قدرت رسیدن عباسیان گشوده شد. با غلبه عباسیان عراق بر شام تفوق یافت و خراسان که کانون اصلی حرکت ضد اموی بود مدتی در قبضه قدرت قرار گرفت. در این دوران خراسان مرکز تحولات و رویدادهای مهم سیاسی شد و قیامهای متعدد یکی پی دیگر در خراسان رخ داد. دیری نگذشت که سیاست عباسیان نیز موجبات نارضایی موالیان خراسان را فراهم ساخت و دولت عباسی خیلی زود هواداران خود را مایوس ساخت و تنها عده معدودی از موالیان سازشکار آن هم برای مدتی کوتاه توانستند با حکومت تازه کنار بیایند. عباسیان تا حدی به سرکوب موالیان خراسانی پرداختند که حتی خادمان واقعی آنان که روزگار رهبران نهضت ضد اموی همچون ابو سلمه و ابو مسلم خراسانی نیز از سوی زن آنان در امان نماندند. تا سرانجام ابو مسلم در سال 137 قمری بعد دستور منصور خلیفه عباسی به قتل رسید. در پی قتل ابو مسلم مخالفت‌های گسترده با حکومت عباسیان پدیدار گشت. بسیاری از مخالفان همان اعضای گروه‌های هوادار انقلاب عباسی بودند. دومین قیام به خونخواهی ابو مسلم توسط اسحاق ترک در ماوراءالنهر پدید آمد. سومین قیام جنبش راوندیه بود که به ظاهر از عباسیان طرفداری می‌کرد و به خونخواهی ابو مسلم برپا شده بود. آخرین قیام در عهد منصور عباسی رخ داد که در سال 150 قمری شهرهای هرات، بادغیز و سجستان یا سیستان و دیگر شهرهای خراسان را در بر گرفت. یکی دیگر از قیامهای خونین شورش سپید جامگان بر رهبری هاشم بن حکیم معروف به پیامبر نقابدار بود که در سال 169 قمری با شکست المقنعه خاتمه یافت. طاهریان اختلاف میان امین و مأمون فرصت تازه‌ای برای دخالت مؤثر خراسانیان ناراضی در امر سیاست فراهم ساخت، با گونه‌ای که با یاری خراسانیان و به رهبری طاهر ذوالیمینین امین با جناح‌های عرب شکست خوردند و خراسانیان دوباره به رهبری طاهریان در اوایل سده سوم عهده‌دار امور مملکتی شدند و خراسان پس از حدود 100 سال محل وقوع مهمترین و حساسترین رویدادهای سرنوشت ساز خلافت اسلامی شد. طاهر به عنوان امیر خراسان منصوب گردید. طاهر بن حسین یکی از سرداران مأمون عباسی بود که از طرف او به عنوان امیر خراسان مقرر شده بود و به دلیل آنکه عدم اطاعت خود را از مأمون اعلام کرد نخستین حکومت مستقل را در خراسان تشکیل داد که این حکومت به نام حکومت طاهریان معروف شد. در زمان طاهریان گاه مروه، گاه نیشاپور و زمان هم بلخ پایتخت خراسان می بود. طاهریان سرزمین های مانند سیستان و قسمتی از فرارود را به تصرف خیش درآوردند و نظم و امنیت را در مرزها برقرار کردند. گفته می شود که در زمان حکومت طاهریان با جهت اهمیت دادن آنان به کشاورزی و عمران و آبادی کشاورزان به آسودگی زندگی می کردند. خلفای عباسی همچنان مناسب حکومت بعضی از نواحی را نیز به اعضای خاندان طاهری واگذار کردند.
از جمله این اقدامات آن که اداره حرمین شریفین را بر مناسب محمد بن عبدالله در بغداد افزودند و امارت مروه، سرخس و خوارزم را به منصور بن طلحه، امارت هرات را به حسین بن عبدالله، امارت طبرستان را به سلیمان بن عبدالله و امارت جوزجان و طالقان را به پسر عمه طاهر بن حسین واگذار کردند. در زمان طاهریان قیام‌های بابک و مازیار که به ترتیب در آذربایجان و طبرستان یا مازندران رخ داد باعث شد که آنها را از توجه به شرق خراسان باز دارد. به همین دلیل خوارج دست به شورش زدند. آخرین امیر طاهری محمد بن طاهر که فرد چندان مقتدر نبود حکومت طاهریان در زمان او رو به ضعف نهاد و سرانجام در میانه های سده سوم هجری به دست یعقوب لیث سرنگون شد. صفاریان یعقوب لیث صفاری بنیانگذار حکومت صفاریان در اواسط سده سوم مرد عیار و جوان مرد از اهل سیستان بود و به دلیل محبوبیتی که میان مردم آنجا به خاطر جنگ با خوارج به دست آورده بود توانست قدرت را به دست گیرد و به حکومت برسد. یعقوب لیث بعد از تشکیل حکومت خود ابتدا به کرمان و شیراز حمله کرد و آن صفحات را تسخیر نمود. سپس به خراسان رفت و آنجا را نیز فتح کرد و حکومت طاهریان را نابود ساخت. وی سپس به طبرستان رفت ولی در جنگ با علویان طبرستان شکست خورد و عقب نشینی کرد. یعقوب لیث صفاری همیشه آرزو داشت روز حکومت بنی عباس را سرنگون کند. به همین جهت با لشکر فراوان خوزستان را تسخیر کرد و به سوی بغداد حرکت نمود، اما در جنگ با خلیفه بغداد شکست خورد و به شدت زخمی شد. در اواخر عمر دوباره با لشکر خود خوزستان را تسخیر کرد و قصد داشت دوباره با خلیفه بغداد جنگ کند، اما در همین زمان به طور ناگهانی بیمار شد و سپس در سال 260 قمری درگذشت. تمامی مورخان در این که یعقوب لیث مرد بسیار شجاع و دلاور و باهوش و سیاستمدار بوده است اتفاق نظر دارند. بعد از مرگ او برادرش عمرو لیث فرمان روای سیستان شد. عمرو لیث همچون برادرش مرد بسیار شجاع بود. با این حال در ابتدای حکومت با خلیفه بیعت کرد. پس از چند سال عمرو لیث حکومت خراسان را از خلیفه بنی عباس طلب کرد. خلیفه گفت که اگر عمرو لیث در جنگ با امیر اسماعیل سامانی حاکم خراسان پیروز شود، حکومت خراسان به دست او خواهد بود. اما عمرو لیث در جنگ با امیر اسماعیل سامانی شکست خورده و اسیر شد و سرانجام در نزد خلیفه بغداد به قتل رسید. پس از آن که عمرو لیث صفاری در مقابل اسماعیل بن احمد سامانی شکست خورد، خراسان جزء از ممالک سامانی درآمد و دارالملک به بخارا انتقال یافت. سامانیان حکومت سامانیان از پردرخشان ترین دوره های حکومت در خراسان بود که توسط چهار برادر نوح، احمد، یحیی و الیاس بنیان گذاشته شد که هر کدامی از آنها بخشی از سرزمین های سامانی را زیر کنترل خود داشتند و در آغاز کار به عنوان دست نشاندگان عباسیان حکومت می کردند. اما سرانجام در سال 892 میلادی اسماعیل سامانی خراسان را تحت فرمان خیش درآورد. بدین ترتیب سامانیان عملاً به یک دولت مستقل تبدیل شدند. دولت سامانی بخشی از میان دوره خراسانی بود که منجر به ظهور مجدد فرهنگ خراسانی و زبان فارسی شد. در این دوران هویت خراسانی و ادبیات فارسی بازسازی شد و با هویت اسلامی سازگار گردید. سامانیان به دانش و هنر علاقه زیادی نشان دادند که این مسئله در نهایت منجر به ظهور اندیشمندان مانند رودکی، فردوسی و ابن سینا شد.
در همین دوران بخارا به نحو رقیبی برای بغداد شد و از نظر شکوه با پایتخت عباسیان برابری میکرد. امیران سامانی خود را وارثان شاهنشاهان آریایی میدانستند، از آن جایی که آنها مدعی بودند که نسلشان به بهرام چوبین میرسد. ارتباط آنان با خاندان مهران، یکی از 7 خاندان پهلوی یا پارتی در دوران ساسانی، محتملتر است. عصر سامانیان با دوره حکمروایی نوح بن منصور سامانی از درخشانترین دوره‌های تاریخ برای رشد ادبیات فارسی خوانده شده است.